سرخط خبرها. ادامه واکنش ها به حادثه در تأسیسات هسته‌ای ایران. رئیس پدافند غیرعامل میگوید اگر کار خارجی ها باشد تلافی میکنیم. تلاش آمریکا برای توقیف محموله نفتی ایران. حوزه اختیارات واشنگتن برای محدود کردن مبادلات ایران و ونزوئلا تا کجاست؟ آغاز دادگاه رسیدگی به قتل جمال خاشقجی در ترکیه. 20 مامور امنیتی و اطلاعاتی عربستان غیابی محاکمه می شوند. و معدن طلای سبز برای جان کارگران شد. رانش زمین و سیلاب در شمال میانمار 162 نفر را کشت. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. بعد از حادثه دیروز در تأسیسات هسته‌ای نطنز در مرکز ایران، مقام‌های این کشور می‌گویند اگر ثابت شود عوامل خارجی در حوادث اخیر در ایران دست داشتند، ایران تلافی خواهد کرد. این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام امنیتی در خاورمیانه گفته حادثه دیروز ناشی از خرابکاری بوده. در این حادثه بخش بزرگی از ساختمانی در مجتمع هسته‌ای نطنز تخریب شد، ولی مقامات ایران توضیح مشخصی در مورد علت آن ارائه نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش پرهام قبادی. هم ابعاد اون رو که ببینیم چقدر خسارت هست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در تأسیسات هسته‌ای نطنز در روز حادثه و درست پشت سر او محل آسیب دیده و آثار تخریب. به هر حال مدتی طول می‌کشه تا ما بتونیم این رو دوباره بازسازی بکنیم، اما همینطور که عرض کردم چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمیشه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت و میتونم بگم به هیچ وجه حتی ما کندی هم نداریم. روزنامه نیویورک تایمز اما از قول یک مقام امنیتی در خاورمیانه میگوید در این سوله سانتریفیوژ هایی بودند که در عملیاتی خرابکاران از بین رفتند. یک مقام امنیتی در خاورمیانه که به دلیل داشتن اطلاعات محرمانه نخواست هویتش فاش شود، به ما گفته یک دستگاه منفجره که درون تأسیسات جاسازی شده باعث انفجار شده است. او میگوید انفجار بیشتر بخش‌های روی زمین این تأسیسات را از بین برده، مکانی که سانتریفیوژهای جدید قبل از عملیاتی شدن در آن تنظیم می‌شوند. سانتریفیوژهای حساس که با سرعت مافوق صوت می‌چرخند. ساعتی قبل از انتشار خبر حادثه اما بیانیه‌ای به دست روزنامه‌نگاران بی بی سی رسید از گروهی که مسئولیت این حادثه را به عهده گرفت، گروهی که خود را یوز پلنگان وطن معرفی کرده و مدعی است که از مخالفانی است که در دستگاه‌های امنیتی ایران حضور دارند. بی بی سی صحت این ادعا را نمی‌تواند تایید کند. خبرگزاری رسمی ایران دیروز در مقاله‌ای به تلویح گفته اگر نشانه‌ای پیدا شود که اسرائیل و آمریکا در حوادثی از این دست نقش داشتند، به معنی عبور از خط قرمز ایران است و تهران باید در سیاست مواجهه و مقابله تجدید نظر اساسی کند. زمان حادثه دیروز ساعت 2 بامداد در نطنز، از کارخانه‌های مهم غنی‌سازی سوخت اتمی ایران در استان اصفهان. تصاویر ماهواره‌ای ناسا وجود آتش‌سوزی در شمال غرب این تأسیسات را تایید می‌کند. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم تایید کرده که در جریان حادثه قرار گرفته و با مسئولان ایرانی در تماس است. خساراتی وارد شده؟ آقای کمالوندی میگوید آلودگی هسته‌ای در پی این حادثه وجود نداشته. این از سوله‌هایی بود که در حال تکمیل بود و خسارات مادی البته ما وارد شده، به حمدالله خسارات جانی نداشتیم، چون در این سوله هیچ نوعی از مواد هسته‌ای نبوده، هیچ آلودگی وجود نداره. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید تمامی استانهای هسته‌ای طرح پدافندی دارند و با اشاره به آتش‌سوزی‌های اخیر آن را به عدم رعایت نکات ایمنی نسبت داده. او گفته اگر ثابت شود که حادثه ناشی از حمله سایبری بوده، ایران تلافی خواهد کرد. اینجا پردیسه. کمتر از یک هفته از انفجار در شرق تهران گذشته که حادثه نطنز اتفاق افتاد. انفجاری که ایران میگوید در مخزن‌های گاز پارچین رخ داده. دلیل اصلی انفجارهای اخیر هنوز مشخص نیست، اما در برهه‌ای اتفاق افتاده که تنش میان ایران و آمریکا و اسرائیل به طوری بی سابقه افزایش داشته. پرهام قبادی، بی بی سی.
برای صحبت بیشتر در این باره سیروس آمریان، پژوهشگر و مدرس مؤسسه مطالعات دفاعی و نظامی دانشگاه مسیح نیوزیلند از شهر پالمرستون نورث با ما هستند. آقای آمریان، برداشت شما از این حادثه چیه؟ روز خوش. بله، حالا که چند روز از این واقعه گذشته، با نگاه به عکس‌هایی که بالاخره منتشر شده و همین گزارش که شما هم بهش اشاره کردین، میشه با توجه به عکس‌ها به این نتیجه رسید که انفجاری در داخل ساختمان صورت گرفته. خیلی انفجار میشه گفت بزرگی نبوده، چون خیلی صدمه به دیوارهای جانبی ساختمان نرسیده، بیشتر سقف ساختمان بوده که حالا سقف سوله ها خیلی هم مستحکم نیست معمولا، لذا اون قطعاتی که میبینیم به بیرون افتاده سقف ساختمان هستن، مقداری دود در یکی از اضلاع ساختمان هست و در و پنجره هایی که جابجا شده، مطمئنا انفجاری در داخل ساختمان اتفاق افتاده. اما اینکه منبع این انفجار چی میتونه باشه، میتونه یک جسم خارجی باشه، میتونه یک اختلال درون سیستمی باشه، هنوز مشخص نیست. این که احتمال خرابکاری مطرح شده هم از جانب ایران هم در رسانه‌های غربی، چقدر فکر می‌کنید ممکنه صحت داشته باشه؟ با توجه به اینکه در چند وقت اخیر هم گزارش‌هایی از حملات سایبری داشتیم، اگر شما هم تو ماه می به بندر شهید رجایی و بالاخره حملات سایبری هر از گاهی اتفاق می‌افته، امکان خرابکاری یا حمله سایبری که منجر به این انفجار شده باشه رو من میدم و فکر کنم به احتمال زیاد بیشترین دلیلی که امکان داشته باشه این اتفاق وجود داشته باشه مطمئنا همین خرابکاری هست. حالا چطور خرابکاری؟ آیا جسمی از خارج به داخل برده شده یا با دستکاری در سیستم‌ها باعث شده که سیستم‌های داخلی اون ساختمون این اتفاق براشون پیش بیفته؟ نیازمند اطلاعات و بررسی بیشتر هست. ایران میگه اگر کار خارجی‌ها باشه تلافی می‌کنیم، ولی عامل این اتفاق رو اعلام نمی‌کنه، نکرده. آیا دشوار هست برای ایران پی بردن به این موضوع؟ خب بالاخره نیازمند بررسی بیشتر هست، مطمئناً نیاز به بررسی دوربین هاست، نیاز به بررسی ورود و خروج به ساختمون هست. همین که بالاخره آتش اطفا شده، بیان بررسی کنن ببینن منبع آتش چی بوده، چه کسایی آخرین بار وارد ساختمون شدن، خارج شدن، یا وضعیت عملیاتی ساختمون در چه وضعی بوده، مطمئنن اینها چند روزی وقت خواهد برد و به احتمال زیاد دلیلش رسما اعلام نخواهد شد. اما خب میشه پیش بینی کرد که چند روز وقت میبره تا حداقل مقامات داخل به این نتیجه برسن که علت واقعی از کجا بوده و بخوان بعد بررسی کنن که چه واکنشی بخوان به این علت بدن. اگر نخوان دلیلش رو رسما اعلام کنن، دلیل این که اطلاع رسانی ایران در این بار با دفعات قبل فرق میکنه چیه به نظرتون؟ احتمال زیاد به دلیل جلوگیری از شایعاتی است که هستش. من چند وقت پیش در توییتر خوندم که یه کارشناسی گفته بود که انفجاراتی که در شهر تهران اتفاق افتاده به دلیل اینکه یه هواپیمای F-35 اسرائیلی اومده و اون سایت رو بمب روش انداخته، که خب بسیار 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 غیر محتمل هست و خب با بردن دوربین صدا و سیما به اونجا، نشون دادن میزان فاجعه، میزان تخریب و اینکه چه اتفاقی افتاده، در واقع هم دارن یک نوع نشت اطلاعات به بیرون هست تا کارشناسایی که این تصاویر رو میبینن و این عکس‌ها رو میبینن به نتیجه گیری برسن و بتونن بدون اینکه نیاز باشه رسما اعلام کنه چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی نیفتاده، افرادی که پیگیری میکنن، ریسرچرهایی که بر اساس اوپن سورس و اطلاعات باز بررسی انجام میدن و تحلیل میکنن، یه دونه اطلاعاتی به اونا بدن تا همه بفهمن بالاخره یک اتفاقاتی افتاده، چه بوده و چه نبوده. سیروس آمریان، پژوهشگر و مدرس مؤسسه مطالعات دفاعی و نظامی دانشگاه مسیح نیوزیلند، متشکرم از شما. قاضی یک دادگاه فدرال در پی درخواست وزارت دادگستری آمریکا دستور توقیف محموله بنزین 4 نفتکش که از ایران به ونزوئلا می روند را صادر کرده. دادستان‌های وزارت دادگستری همچنین شخصی به نام محمود مدنی پور را به عنوان فرد کلیدی در معامله سوخت میان ایران و ونزوئلا و بازرگانی مرتبط با سپاه پاسداران معرفی کردند. دولت آمریکا ماه پیش هم تلاش کرد جلوی انتقال بنزین از ایران به ونزوئلا را بگیرد. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. بهمن، چقدر چنین دستوری از سوی قاضی فدرال در آمریکا قابل اجراست؟ مشخصه که در حوزه قضای خود آمریکا خیلی راحت قابل اجراست. اگر اموال ایران پیدا بشه، انواع و اقسام گروه ها هستن که قبلا هم شکایت کردن و میتونن اونها رو توقیف کنن. مسئله این است که
این که نفتکش ها و محموله 1,100,000 سوء مدیریت کمبود نیرو نفتی که بشکه بنزینی که داره حمل میکنه در خارج از حوزه غذایی آمریکاست، در آبهای آزاد داره حرکت میکنه، بعید است وارد آبهای آمریکا بشه. در این چه پرسشی که وجود داره این است که چگونه میتوانند مقام های آمریکایی اون رو متوقف یا توقیف بکنن. در گذشته دیدیم تلاش هایی بوده که به کشورهای ثالث فشار بیارن که اونها چنین کار رو انجام بدن. در یک مورد هم دیدیم که یک کشتی ایرانی مدتی در متوقف بود از سوی بریتانیا در جبل الطارق، در نتیجه در اون مورد هم در نهایت اون کشتی آزاد شد. به همین جهت با توجه به تجربه‌ای که چند هفته پیش داشتیم که سعی کردن کشتی‌هایی که مشابه همین نفتکش ها داشتن بنزین دوباره به ونزوئلا می‌بردن رو متوقف کنند و به نتیجه نرسیدن، مشخص است که این تلاش جدید چقدر میتونه متفاوت باشه نتیجه‌اش. در اون چیزی که دادستان ها به دادگاه دادن، حرف این آقای مدنی پور هست که میگویند شخصیت کلیدی در این که مدارکی رو تهیه کرده برای اینکه گمراه بکنه و کسانی که دنبال میکنن مخصوصا پیگیر حرکت کشتی ها هستن و اینکه انتقال بنزین از کشتی به کشتی، از نفتکش به نفتکش رخ داده در یکی از بنادر امارات که اون هم یکی از روش های معمول هست برای اینکه مسیر انتقال این بنزین یا نفت رو به سوریه یا ونزوئلا بتونن نوعی پاک بکنن که به راحتی نشه پیگیری کرد. به همین جهت در مجموع به نظر میاد که خیلی شفافتر هست علارغم این تلاش ها که این نفتکش از کجا داره میاد، کجا بارگیری شده، کجا از نفتکش دیگری بهش بنزین منتقل شده و حالا داره به سمت ونزوئلا میره. اون چیزی که مبهمه و مشخص نیست این است که با این دستور بدون یک به اصطلاح تصمیم سیاسی چگونه میتونن در آبهای آزاد جلوی حرکت یک کشتی رو بگیرن. ولی اون چیزی که مشخص هست بهمن اینه که حساسیت در این زمینه خیلی زیاد شده. آیا ممکنه که این منجر به تنش‌های بیشتر بشه؟ قطعا حساسیت زیاده. حتی یک موردی داشتیم که آقای براین هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا چند ماه پیش ایمیل زده بود به کاپیتان یک کشتی و به او گفته بود که اگر همکاری کنه و کشتی رو ببره به کشور ثالثی که با آمریکا همکاری میکنه حتی براش یک پاداشی در نظر میگیرن. در مقابل تهدید شده بود که اگر نکنه خودش و خانوادهش تحریم میشن که بعدا هم شدن. در نتیجه این تلاش ها رو خیلی جدی دولت آمریکا پیگیری کرده، ولی تا زمانی که یک تصمیم سیاسی در واشنگتن گرفته نشده که در تضاد و نقض قوانین بین المللی در آبهای آزاد برن مستقیما با استفاده از نیروی دریایی آمریکا یک کشتی که محموله مثلا بنزین داره رو متوقف کنن، طبیعتا وضعیت در همین حالت تهدید میمونه. اگر اون گام برداشته بشه وارد یک مرحله جدیدی از رویارویی میشیم که ممکنه پیامدهاش هم حقوقی باشه، هم این که بعید نیست که ایران دست به حرکات تلافی جویانه بزنه. و همین جهت ما هنوز هیچ نشانی ندیدیم که دولت آمریکا و آقای ترامپ تصمیم داره با استفاده از نیروی دریایی آمریکا بره در آبهای خارج از حوزه غذایی آمریکا دست به چنین کاری بزنه. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. وکیل علیرضا جاپلقی پارکورکار ایرانی گفته او پس از بازداشت در ترکیه به کمپ کوروباش در شهر وان منتقل شده. پیشتر خبرهایی درباره احتمال دیپورت او به ایران منتشر شده بود. آقای جاپلقی حدود 2 ماه پیش ویدیویی از بوسیدن دوست و دخترش در صفحه اینستاگرام و توییترش منتشر کرد و به همین دلیل بازداشت شد. نزدیکانش گفتند او با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده و به ترکیه رفته. پیشتر از رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل درباره بازداشت‌های اخیر در ترکیه و استرداد پناهجویان به ایران پرسیدند. ما از طریق فعالانی که در رابطه با وضعیت نگران کننده پناهجویان و پناهندگان در ترکیه فعالیت میکنن از وضعیت علیرضا مطلع شدیم و از ما درخواست شد که اگر میتونیم اقدامی برای جلوگیری از احتمال بازگشت غیرقانونی رو به ایران انجام بدیم. در گذشته هم سازمان عفو بین‌الملل از موارد اینچنینی مطلع شده و تلاش کرده که از طریق مکاتبه
مصاحبه با مقامات ترکیه و همینطور با کمیساریای عالی حقوق پناهندگان سازمان ملل از این دیپورت های غیرقانونی، بازگشت های غیرقانونی به ایران جلوگیری بکنه که در واقع افراد رو در خطر بازداشت خودسرانه، شکنجه و احکام ناعادلانه قرار میده و این اتفاق باید در مورد علیرضا هم صورت بگیره این اقدام و به هیچ عنوان نباید او به ایران بازگردونده بشه. با توجه به زیاد شدن تعداد پناهجویانی که در ترکیه بازداشت شدن، برخی هم به ایران مسترد شدن، عفو بین الملل چه اقداماتی رو برای این افراد در نظر گرفته؟ این روند بسیار نگران کننده است. حقیقتش اینه که این موضوع خارج از مسئولیت تیم ایران عفو بین الملل قرار میگیره که من به عنوان پژوهشگر اون در فعالیت هستم و در واقع بخش تحقیقی ترکیه عفو بین الملل و بخش امور مهاجرت و پناهندگی باید روی این موضوع کار بکنه، ولی با توجه به افزایش این موارد ما این موضوع رو با همکارانمون در میان خواهیم گذاشت و باید در طی ماهای آینده یک اقدام کلانتری صورت بگیره. اما تا پیش از اون کسانی که در معرض خطر بازداشت و دیپورت به ایران هستن، مهمه که همیشه با وکیلی در تماس باشن و به محض ورود غیر معمول به ترکیه از مرز ایران درخواست پناهندگی خودشون رو ثبت بکنن، چون در غیر این صورت ترکیه میتونه اونها رو به ایران بازگردونه. ولی اگر درخواست پناهندگی ثبت بکنن، اقدام ترکیه غیرقانونی خواهد بود بر اساس تعهدات بین المللی ترکیه از جمله کنوانسیونی که حافظ حقوق پناهندگانه. گفتگویی بود با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، درباره بازداشت‌های اخیر ترکیه با او صحبت می‌کردیم. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در ایران رئیس پدافند غیر عامل میگوید اگر مشخص شود حادثه دیروز در مرکز غنی‌سازی نطنز بر اثر حمله سایبری بوده، تهران تلافی میکند. با وجود دستور یک قاضی آمریکا برای توقیف محموله 4 نفتکش که از ایران به ونزوئلا میروند، تردیدهایی درباره چگونگی اجرای این حکم وجود دارد. در ادامه برنامه، رانش زمین در یک معدن یشم سبز در شمال میانمار جان 162 نفر را گرفت. دادگاه رسیدگی به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در استانبول آغاز شد. در این دادگاه 20 نفر از ماموران و مسئولان امنیتی و اطلاعاتی عربستان سعودی غیابی محاکمه می‌شوند. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار ناراضی سعودی که در آمریکا زندگی می‌کند، در آمریکا معذرت میخوام زندگی میکرد، پاییز 2 سال پیش در کنسولگری عربستان در استانبول کشته و جنازه‌اش سر به نیست شد. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد فرهمند. ظاهرا این دادگاه دارد نقض اصلی قضایی را رقم میزند، اینکه کسی را نمیتوان به یک اتهام دو بار محاکمه کرد. فقط تم توجیه التهم 11 نفر از 20 متهمی که فقط نامشان در این دادگاه حضور داشت، قبلا در عربستان سعودی محاکمه و 5 نفرشان به اعدام، 3 نفرشان به زندان و 3 نفر به مجازات‌های اداری محکوم شدند. اما نه تنها ترکیه، که سازمان ملل متحد نیز محاکمه آنان را به شیوهی که انجام گرفته نپذیرفته. ترکیه بیش از همه به دنبال محکوم کردن 2 نفر است. احمد عسیری، معاون پیشین سازمان اطلاعاتی سعودی که به عنوان سخنگوی عملیات ارتش سعودی در یمن چهره‌ای رسانه‌ای هم بود. همچنین مشاور رسانه‌ای سازمان اطلاعاتی سعودی، سعود قحطانی. سعودی‌ها می‌گویند این 2 بازجویی شده‌اند، اما چون هیچ مدرکی علیهشان نبوده، قرار منع تعقیب برایشان صادر شده. نه تنها از این 2 دیگر هیچ نشانی در دست نیست، که سرنوشت 5 نفر نیز که در عربستان به اعدام محکوم شده اند در حاله ای از ابهام است. یکیشان منصور عثمان است که درجه سرتیپی دارد و گفته می شود از مقربان درگاه محمد بن سلمان است. یکی صلاح طبیقی، پزشکی که به قتل کمک می‌کرده.
دیگری مصطفی مدنی که لباس مقتول را پوشید و از کنسولگری بیرون رفت تا وانمود شود قاشقچی کنسولگری را سالم و با پای خودش ترک کرده. این که قتل یک روزنامه‌نگار چنین جنجالی در سطح جهانی بپا کند بی سابقه است. جمال قاشقچی برخلاف دیگر همکاران مقتولش هفته‌ها در سطر اخبار ماند. این توجه جهانی البته نه از حب قاشقچی که از بغض محمد بن سلمان است و برگه برنده در دست ترکیه در جنگ بر سر منافع با عربستان در لیبی و بحران قطر و جاهای دیگر. مرداد فرهمند، بی بی سی. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 2500 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما سادات لاری گفته در این مدت 154 بیمار کووید 19 هم جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جان باختگان به 11260 نفر رسیده. در افغانستان وزارت صحت گفته در شبانه روز گذشته 12 نفر به تعداد قربانیان کرونا اضافه شده. در همین مدت بیش از 300 مورد جدید ابتلا به کووید 19 شناسایی شده. بر اساس آمار رسمی بیش از 32000 نفر تا حالا در افغانستان به کووید 19 مبتلا شدند و 819 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا دیروز به بیش از 53000 نفر رسید که از آغاز شیوع همه‌گیری بی سابقه بوده. در بریتانیا هم یک عضو دولت گفته مسافران ورودی از بیش از 50 کشور جهان از قرنطینه شدن معاف خواهند بود. از حدود یک ماه پیش مسافران ورودی به بریتانیا باید 2 هفته خود را قرنطینه کنند. بر اثر ریزش یک معدن در گیلان غرب در استان کرمانشاه یک معدنکار جان باخته و 6 نفر زخمی شدند که حال 2 نفرشان وخیم گزارش شده. خبرگزاری ایسنا به نقل از عادل شفیعی معاون جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفته 3 گروه نجات از راه زمین و هوا به منطقه فرستاده شدند. بر اساس این گزارش کسی در معدن زیر آوار باقی نمانده. سازمان ملل متحد درباره فعالیت‌های خشونت‌آمیزی که هدفشان توقف روند صلح افغانستان است ابراز نگرانی کرد. مدیر دفتر توسعه سازمان ملل در افغانستان یوناما گفته عوامل خشونت کسانی هستند که نمی‌خواهند جنگ تمام شود. بر اساس گزارشی که سازمان ملل دیروز منتشر کرد در 6 ماه گذشته بیش از 800 نفر در حملات علیه غیر نظامیان در افغانستان کشته یا زخمی شدند. محمد علی زم، پدر روح الله زم، در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران به صدور حکم اعدام برای پسرش اعتراض کرد. او در این نامه گفته دادگاه حتی به حرفای وکیلی که دستگاه قضایی برای روح الله زم تعیین کرده گوش نکرده. آقای زم همچنین گفته پسرش شرایط روحی و جسمی مناسبی برای دفاع از خود نداشته و 9 ماه در بیخبری کامل از خانواده‌اش نگهداری شده. به دنبال استعفای ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه و کابینه او امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور ژان کاستکس را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد. آقای کاستکس در بحران کرونا مسئول هماهنگی برای کاهش محدودیت‌ها بود. به نظر می‌رسد عملکرد ضعیف حزب حاکم در انتخابات اخیر شوراهای محلی دلیل تصمیم آقای مکرون برای تغییر کابینه بوده که آقای فیلیپ هم با آن موافقت کرده. رانش زمین در یک معدن یشم سبز در شمال میانمار دست کم جان 162 نفر را گرفت. امدادگران احتمال افزایش تلفات را می‌دهند. قربانیان در دامنه کوه در میان پسماند شرکت‌های بزرگ در جستجوی این سنگ‌های قیمتی بودند که ناگهان موجی از گل و سنگ بر سرشان آوار شد. جاناتان هد گزارش می‌دهد. اوه اوه اوه
ریزش کوه درون معدن یشم سبزی که پر از آب شده موجی از سیلاب را به دره پایین دست گسیل می کند. مردم هراسان فرار می کنند و با فریاد به هم هشدار می دهند. اما برای خیلی از آنها دیر شده. با انگشت کسانی را که در سیلاب گرفتار شدند نشان می دهند. این یکی فریاد می زند که یک نفر دیگر هم در امواج گیر افتاده. می گوید همه را آب برد. صدها هزار نفر از سراسر کشور به این معادن می آیند به دلیل فقر و به این امید که شاید بختشان بزند و پولدار شوند. قیمت یشم سبز می تواند به اندازه طلا باشد. این معادن همیشه دست شرکت هایی بوده که با ارتش میانمار، تاجرهای چینی، قاچاقچی‌های مواد مخدر و شبه نظامیان سر و سری داشتند. جویندگانی از همه سنین بین پسماندهای شرکت‌های بزرگ دربال می‌کنند. روی زمینی کار و زندگی می‌کنند که زیر و رو شده و می‌دانند که ثباتی ندارد و هر لحظه ممکن است روی سرشان آوار شود. وقتی سیل فرو نشست، توانستند جسد قربانیان را پیدا کنند. صحنه ای که اینجا خیلی آشناست. سال پیش دو بار رانش زمین جان بیشتر از 70 نفر را گرفت. این یکی اما به نظر می آید مرگبارترین حادثه باشد. معدنها قرار بود برای فصل بارانی بسته شوند، اما مقررات در این ناحیه از میانمار اهمیت چندانی ندارند. جاناتان هد، بی بی سی نیوز، بانکاک. و بعد بگم که تازه ترین خبرها رو و مطالب جالب و متنوع رو میتونید همیشه در وبسایت ما هم در بی بی سی فارسی دنبال کنید. همین حالا در صفحه وبسایت ما در سایت فارسی بی بی سی مطلب خوبی هست که میتونید بخونید در مورد فوتبالیستی که به دلیل رنگ پوستش به تیم ملی انگلیس راه پیدا نکرد. به تازگی در انگلیس کارزاری برای ساخت مجسمه فوتبالیستی به راه افتاده که به دلیل رنگ پوست سیاه خودش در از فهرست تیم ملی انگلستان حذف شد. جک لسلی میتونه در سال 1925 به اولین بازیکن سیاه‌پوستی تبدیل بشه که برای تیم ملی انگلیس بازی کرده، ولی چنین اتفاقی نیفتاد. میتونید ادامه این مطلب رو در سایت ما بخونید. به پایان این بخش خبر میرسیم. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.